پوچ عشاق. در مورد بهائیان روستای کتا هست. نقاشی های من روایتی هستند. یعنی من توی نقاشی هام سعی میکنم یک داستانی رو روایت کنم، یک واقعی رو به تصویر بکشم. مریم صفاجو هستم، نقاش ایرانی آمریکایی. از سال 2013 مشغول به کشیدن نقاشی در زمینه ظلم و ستم سیستماتیک به جامعه بهائیان ایران هستم. تمام جزئیات، پرسپکتیو، ترکیب بندی و رنگ‌های نقاشی‌ها با افرادی که شاهد اون وقایع بودن چک میشه و با تایید و مشورت با اون افراد نقاشی رو به اتمام میرسونم. اول شروع کردم به کشیدن داستان‌هایی که از خیلی از اطرافیانم و دوستانمون مرتب شنیده بودم و باهاش بزرگ شده بودم. بعد تصمیم گرفتم خودم با این افراد و کسان دیگه که حتی روایتشون رو نشنیده بودم مصاحبه کنم و نقاشی‌ها رو مستند و با تایید خودشون بکشم. این آخرین نقاشیم هست که فعلا روش کار می‌کردم. در مورد خانم‌های بهایی هست که با نوزادانشون زندانیشون کرده بودن توی خونه یکی از بهایی‌ها در ارومیه. یک پسر 13 ساله رو به صورت انفرادی توی حموم طبقه بالا زندانیش کرده بودن. همه اتاقا قفل بود و خانم‌هایی که بالا بودن و اونایی که پایین بودن از همدیگه هیچ خبری نداشتن، نمیدونستن که کی بالا زندانیه، کی پایین زندانیه. بعضی از این خانوم ها بچه های دیگه هم داشتن که وقتی ریخته بودن خونه شون و تفتیش کرده بودن، اجازه نداده بودن که اون بچه ها رو با خودشون بیارن. نهایتاً چند تا از این خانوم ها رو از خونه خارج میکنن و به زندان شهر میبرن و یکی از این خانوم ها رو که اسم اعظم رو گرفتن تو دستشون، ایشون رو اعدام میکنن. من از بچگی عاشق نقاشی کردن بودم، ولی چون ما بهایی ها رو به دانشگاه راه نمیدن هیچ وقت نتونستم این رشته مورد علاقم رو بخونم. تا وقتی که وارد آمریکا شدم با خودم فکر کردم که شاید خب میتونم برای MFA فوق لیسانس هنر ثبت نام کنم. فقط برای یه دانشگاه که جزو 10 تا دانشگاه تاثیرگذار در دنیای هنر بود کارامو فرستادم ببینم نظرشون در مورد کارام چیه. خیلی سورپرایز شدم وقتی نامه پذیرش رو دریافت کردم همراه با اسکولارشیپ. هدفم از کشیدن این نقاشی ها آگاهی سازی، حس کردن و درک کردن این داستان‌های پر از درد و رنج بهائیان ایران هست توسط افرادی که هیچ در این مورد نشنیدن یا از نزدیک حسش نکردن، چه در ایران و چه در خارج از ایران.